پند بگیریم، تذکر بگیریم. وقتی یک کسی از دنیا میره، با من نمیدونم این رسم از کجا ایجاد شد. در سنت پیغمبر نیست. بیان دوستان، حالا یک چیز اینجا امروز مجبور، وظیفه ماست باید بیان بکنیم. من میترسم او چیزی که قبلا ما را در خاک سیاه نشاند، اینجا هم دامن ما را بگیرد. مثلا مصارف انگفت که در عروسی ها و در مراسم فاتحه که ما در افغانستان داشتیم که ما را به زمین زد، اینجا اگر دامن ما رو بگیره باز ما شکست میخوریم. یک عزیزی از دنیا میره، باید همه جمع شده پند بگیره، درس بگیره که این راست. ما میریم حساب کنیم، کتاب کنیم، حق مردم رو باید بتیم، بخشش طلب کنیم. شاید فردا نوبت ما باشه، شاید امروز امشب من دوباره بیدار نشم. یک کسی از دنیا میره، جایی که ما درس بگیریم، چه پخته کنیم، چه بخوریم، کجا را کی رو دعوت بکنیم. هیچ کسی رو دعوت نکن، هیچ چیز نخور، فقط غصه خود رو بخور. فردا تو میری، امروز که به شانه میبری، فردا به شانه برده میشی. ما یک روز محاسبه کردیم، گفتم تنها در کابل اگر هر جمعه یک در 10 تا فاتحه گیری شود، بیشتر از 10 تا بود. در هر کدامش مثلا اگر 2 لگ افغانی مصرف شود، خب چقدر مصرف زیاد میشه. با اون میتونستیم دانشگاه بسازیم، میتونستیم مکتب بسازیم، میتونستیم ملت خود را قوی بسازیم. ما میگیم دشمن با ما رحم نکرد، ما را از فلان فلان، ما خود ما بر خود رحم نمیکنیم. ببین ما در مقابل شکم خود استاد شده نمیتوانیم، در مقابل حرف مردم استاد شده نمیتونیم، جرأت را نداریم. نه خدا گفته این همه مصرف بکن، نه پیغمبر گفته این همه مصرف بکن، مردم چی میگن؟ خب بعدی خودت تو در مقابل مردم مسئولیت نداری. او این که از تو میپرسه فقط خداست، فقط خدا. بنابراین دوستان متوجه باشیم که ما به کدام مسیر روان هستیم. از این عاشورا ما باید پند بگیریم. در این عاشورا من واقعا متاسف هستم. فکر خیلی از خواهران و برادران ما روی است که ما چی بپزیم. خدا رو شکر همه دستش و دهنش میرسه، من مخالفش نیستم. میگه کاری بکنیم که ما اون پول رو سرمایه گذاری میتونیم روی یک مرکز فرهنگی، روی یک مسئله رشد نسل خود. خب به هر صورت نمیدونم خدا با ما رحم کنه. صلوات. خب سومین مسئله الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به آخرت است. این نکته را دوستان خیلی توجه داشته باشیم. بحث آخر ما و باقی بحث را رمز رستگاری شبهای آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد. این از همه مهم است. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به آخرت، ایمان به اون روزی که از تو میپرسه، ریز و درشت کارت را از تو میپرسه. ما آیات و روایات زیادی داریم از اینکه بعضا در روز قیامت فریاد میزنند، میگه ای کاش تمام عالم فدا شه و من نجات پیدا بکنم. ما آیه قرآن داریم وقتی بخوانیم آدم گریه میگیره. در اینجا مثلا یک مادر راضی نیست به پای اولادش خاری بخره، به پای برادرش به چشمش گرده بره، اما روز قیامت میگه یک تعداد فریاد میزنن که و فرار میکنن. از کی؟ یوم یفر، رو روزی که فرار میکنن. المرء من اخیه و امه و ابیه، میگه انسان از خویشاوندان خود فرار میکنن. هر کس گرفتار اعمال خود است. به یاد اون روزی خود باشیم. امام علی علیه السلام با او عظمت، ببین از خدا چی میخواه، ما چی میخواهیم. امام یک مناجات است به نام مناجات امیرالمومنین، دوستان لطفا بخوانید و با او عمل کنید. میفرماید و اسالک الامان، خدایا از تو امان میطلبم برای اون روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، خدای اون روزی که مال به درد نمیخوره، این اولادا که به خاطرش راست و دروغ هر کار میکنن به درد نمیخوره، خدای از
از تو پناه می طلبم. ایمانی به آخرت اثرات یک حسابی هست، عدل است. اونجا اینجا آدم قاضی را رشوه می ده، سالها شده و بارها شده که بیگناه به جای گناهکار زندان رفته. اونجا این گناه نیست، اونجا قاضی کسی است که خود شاهد اعمال بوده. در دنیا از یک کسی پرسید، گفت قاضی چی کسی هست؟ گفت قاضی اونمو دیوانی است که بین دوتا هوشیار قرار داره. ام او میدانه که چه خبر است، ام او میدانه چه خبر است، فقط قاضی نمیدانه چه گپ شده. خب بر اساس چند تا ماده و قانون یک فیصله میکنه. اما در قیامت اینطور نیست. قیامت قاضی اونمو کسی است که در دنیا شاهد اعمال ما بوده و در زمین خود اعمال شهادت میتن. زمینی که در او خوبی و بدی کردیم شهادت میتن. در جایی که به او خوبی و بدی کردیم شهادت میتن. پوست انسان شهادت میتن. تمام اعضا و جواره به زبان میآید. آیات صریح قرآن است اینها. اندک نگریم عزیزان، روز حساب خیلی نزدیک است. به یک چشم به هم زدیم میبینیم که 70 ساله شدیم، به یک چشم به هم زدیم میبینیم جوانا پیر شد. خیلی متوجه این مسئله باشیم. روز عدل است، روزی که از حکومت خدا فرار نمیشه. امام علی علیه السلام میفرماید که لا یمکن فرار من حکومتی، خدای از حکومت تو که فرار نمیشه. در دنیا بازی بته، فریب بته، رشوه بته، وکیل بگیر، اما اونجا هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیتونه. اونجا بعضی ها فریاد میده یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش اصلا نبودم. وقتی نوع اعمالش برش نشان میده، خود اعمالش را مجسم میکنه. مگر میشه؟ بله. وقتی انسان ها اعمال امروز ثبت میکنه در دنیا، آیا خدا قادر نیست که اعمال را ثبت بکنه؟ یعنی برنامه معنی لحظه ثبت میشه، کلی که در خانه میبینه. خدا نمیتونه که ثبت بکنه؟ میتونه. این علم امروز خیلی باور به قیامت را تقویت میکنه. بنابراین در هر شرایطی که هستی خدا را در نظر بگیر، متوجه حساب آخرتت باش که هیچ کسی به دردت نمیخوره. میگه بعضی انگوش به دندان میگیره، فریاد میزنه ای کاش همه فدا شود فقط من نجات پیدا بکنم. این دو روز دنیا عزیزان میگذره. خواهر من، مادر من، برادر من، امام باقر علیه السلام میفرمایند که احمق است او کسی که آخرت خود را به دنیای خود بفروشد. یعنی آخرت را از دست بدیم به خاطر دو روز دنیا که دیگر ما را بگه به به چقدر روشن فکر است، یه چقدر خوب خرچ میکنه، چه خوب لباس میپوشد. اصلا پیامبر یه حدیث مستند از پیامبر اسلام است، میفرماید اگر کسی لباس را به خاطر این بپوشد که دیگر را به او بگه چه لباس، میگه این لباس پوشیدنش حرام است. یعنی لباس خودنمایی، لباس تکبر، لباسی که من دارم دیگران نداره. این و این خیلی بدبختی ها را سراغ زندگی بعضی ها میاره. خب بعضی خود دوستان ما متوجه نیستیم. بعضی اعمال ما خیلی ساده معلوم میشه، اما در خانه دیگران ممکن یک آتش را برپا بکنن. بعضی خانم ها مثلا پول داره، طلا داره. یکی از بزرگان میگفت، لطفا خواهرا طلای خود را هر جا استفاده نکنید. یک جا میره یک خانومی نداره، دلش میلرزه، بعد آتش به خانه تو میخوره، بعد میره همراه شوهر خود دعوا میکنه. برادرام عین شکل، ما حق نداریم داشته های خود را به چشم دیگرا به روخ دیگرا بکشانیم. این اصلا ذاتا خوب نیست، او کمبود انسان را نشان میده. و آثار ایمان با خب و دیگه ای که روز قیامت رو دوستان همیشه در نظر داشته باشیم، این که هیچ عمل خیرتان بی پاداش نخواهد ماند. خدا می فرماید و من یعمل مثقال ذره خیر یره. ناامید نباش، پنهان کار کردی هیچ کس هم نفهمید، کار کوچیک کردی برای خدا انجام بدی.
میکنه خدا که، اما با اخلاص. اگر اخلاص نبود هیچ کارت به درد نمیخوره، هیچ کارت. خداوند برای همه انشاءالله توفیق اخلاص عنایت بکنه. پاداش را خواهی گرفت، اما پاداش خدا ببین دوستا، ممکن اعمال ما خیلی کوچک باشه، ناامید نباشید، ما در حد خود عمل میکنیم، اما خدا در حد خود پاداش میده. یکی میگه گریه برای امام حسین علیه السلام اگر با معرفت باشد سبب ریزش گناهان میشه، چیزی بیهوده ای نیست. وقتی گریه میکنه که تو را با امام حسین همراه و هم مسیر بسازد، او گریه ای که تو را از گناهان گذشته باز میدارد، او گریه ای که تو را از صف ظالم جدا بسازد، او گریه ای که تو را از انسان بد به انسان خوب تبدیل بکنه، او گریه ای که واقعا گریه پشیمانی و گریه معرفت باشد، او گریه ای که تو را وادار به انجام اعمال صالح بکنه، واضح است که باعث آمرزش گناهان میشه. حرفی بی خودی هم نیست، ولو حدیثی هم نداشته باشیم عمل درستی است. بنابراین هر عمل تو پیش خدا پاداش داره و خدا به کوچکی اعمال ما نگاه نمی کنه. خدا به اندازه بی نهایتی خود لطف می کنه. خدا که مثل ما تو کوچک نمیشه که کوچک پاداش بده. و همچنان کیفر خدا دوستا هم خود را هم دیگران را از کیفر و عذاب قیامت حفظ بکنیم. خدای عالم در قرآن می فرماید قو انفسکم و اهلکم نارا، خواهران، برادران، پدران، مادران. خدای عالم می فرماید خودتان را و اهل خود را از آتش جهنم، از آتش حفظ بکنید. حرف خدا شوخی نیست، حرف خدا دروغ نیست، وعده خدا حق است. دو روز دنیا را ما بر آخرت خود ترجیح ندیم. ادامه حدیث امام صادق امام وقر علیه السلام فرمود احمقتر، احمق کسی است که آخرت خود را به دنیای خود بفروشد، احمقتر از او کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگری بفروشد. به خاطر دیگران هر کار نکنیم، به خاطر دیگران دروغ نگیم، به خاطر دیگران دورنگی نکنیم، خود را اذیت نکنیم. عذاب خدا حق است. وقتی خدا میفرد ببینید یک درس را خدا، اولین درسی که در هستی گرفتیم به نظر شما چی بود؟ اولین درس هستی اینه که آدم به خاطر خوردن یک میوه یا یک گندم از بهشت بیرون شد. وای به حال کسایی که همه روزه خوردن مال مردم کارشان شده، ریختن آبروی مردم کارشان شده، آتش انداختن در خانه مردم کارشان شده، بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی کارشان شده. از خدا حیا کنیم. از خدا اگر حیا نمی‌کنیم حداقل به فکر آخرت خود باشیم. بعد اونجا فریاد حرف خدا حق است. بعضی میگه یا لیتنی تخستو مر رسول سبیلا، ای کاش من راه پیغمبر را میگرفتم. آخر راه پیغمبر که راه بدی نیست. حق همدیگر را نخورید، آبروی همدیگر را نریزید، دست همدیگر را بگیرید. خب این حرف است دیگر. از خدا حیا کنید، به خاطر حفظ خانواده به حجاب خود توجه کنید، به نماز خود توجه کنید، به حلال و حرام خود توجه کنید. لقمه حرام انسان را بدبخت میکنند. اندک اندک هیچ چیز یک دفعه به وجود نمی آید. اول متوجه نیستی، یک وقت میبینی که نه مسیر خیلی فرق کرده. شمر یک وقت از سربازان امام علی علیه السلام بود، اما یک وقت آمد سر فرزند رسول خدا را جدا میکنه. لقمه حرام کم کم تأثیر میکنه، نگه یک گوشت مرغ است چیزی نیست، یک فلان است چیزی نیست. خوبی فرمول هستی است. ببینین دوستان ممکن ما ندانیم، اما ندانستن و دانستن ما در خاصیت هستی تغییر وارد نمی کنن. ولو ندانی مرگ موش بخوری می میری، ولو ندانی زهر بخوری می میری. حالا ما که نمی دانستم، کوشش کن بدانی تا بچه نیفتی، تا حضرت نخوری.
خداوند انشاءالله همه ما شما را توفیق اعمال صالح، انجام اعمال صالح عنایت بکند، توفیق عمل با واجبات، توفیق دوری از محرمات عنایت بکند. بر محمد و آل محمد صلوات. خداوند با آدم گفت فقط از اون میوه نخور، از خورد از بهشت بیروش یک میوه بود، خدام که بخیل نبود. او منظور این نبود که آدم را جزا بده، منظور درس به ما بود که مردم یک حرف خدا را نگیری پدرتان که آدم بود، ولی مسئله بود از بهشت بیرون شد. وای بر ما، خیلی متوجه باشیم، متوجه اعمال خود باشیم، متوجه حساب و کتاب خود باشیم، متوجه آخرت خود باشیم. و این مراسم به خاطر سیاه‌پوشیدن نیست، به خاطر نذر خوردن نیست، حتی به خاطر سینه زدن نیست. اینجا هست که ما بیدار شویم، متوجه دنیا و آخرت خود شویم، اما دنیای خود را آباد بکنیم، درس بگیریم، اما آخرت خود را آباد بکنیم. سینه زدن خوب است، گریه کردن خوب است، یا پوش کردن خوب است، اما اینا هدف نیست. هدف این است که ما نسل بیدار، مقتدر، با عزت باشیم که دیگه قربانی نشیم، آواره نباشیم و نسل ما نسل محروم، نسل مظلوم نباشد. یک ذکر مصیبت و التماس دعا از همگان. فردا شب برنامه ساعت چند شروع میشه؟ فردا شب انشاءالله برنامه ساعت 7 شروع میشه. دوستان، هر کی از قلب خود، از درون خود با کربلا ارتباط برقرار بکنن، خودتان فقط تصور بکنین صبر یک انسان را، استقامت یک انسان را در مقابل مصیبت ها، و او که او چی کرد با این هم مصیبت، او چی کرد. منظورم حضرت زینب است. ما هر مصیبتی را که میشماریم در مقابل مصیبت حضرت زینب وقتی میرسیم، هیچ مصیبتی نیست هنوز، و اون همه مصیبت برای حضرت زینب زیبایی هست. میگن حضرت زینب دختر خردسالی بود، همراه مادرش در کوچه های مدینه راه میرفت و ناله های مادرش را میشنید که با مردم چه کار میکرد. فریاد میزد آی مردم، علی شایسته است، آی مردم حرف پیغمبر را فراموش نکنید. خب با زهرا چه شد؟ زینب شاهد بود که زهرا را با سیلی زدند. زینب شاهد بود مادرش چگونه به شهادت رسید. عجب قلبی داره، عجب روحی داره حضرت زینب. خب شاید همه اینا این است که آماده شده میره. یک دیشب عرض کردیم که شهادت پدرش علی را خودش به چشمش دید. اما سختتر میشه روز به روز، قضیه برای حضرت زینب سختتر شده میره. اما میخوایم از این درس بگیریم، تسلیم ناپذیری را یاد بگیریم، شکست ناپذیری را یاد بگیریم. فقط این گریه نکنیم به همه چه شد رفت، بیا درس بگیر. اون هم مصیبت تسلیم نشد، هدفش خیلی بلند بود، خیلی هدفش بلند بود. خدای بروی حضرت زینب برای همه ما شعور و درک زینبی عنایت بفرما. السلام عليك يا زينب، همه با من شب متوسل میشمم به حضرت امام حسن مجتبا، به در کریم اهل بیت میرم. پیامبر فرمودن ان الحسن والحسین سیدان شباب اهل جنه، حسن و حسین سرور جوانان بهشت است،
اما لعنت بر جهالت، لعنت بر بیشوری، لعنت بر پستی و رزالت. همه فراموش کردن حرف پیغمبر را. آمد کسی دروازه زینب صدا زد بیاید خانه حسن برادرت. فرمودن مگر چه شده، چه خبر است؟ فرمودن حسن برادرت حالش خوب نیست. حضرت زینب که از هر خبری می ترسد آمد خود را دوان دوان به خانه برادرش حسن رسان. در را باز می کند، می بیند رنگ از رخسار حسن برادرش پریده، رنگ برادرش لالگون است. اندک جلو آمد سلام کرد، اما ناگهانی می بیند جلو برادرش دشت گذاشته. در درون در جگر لخته لخته حسن مجتبی را می بیند. بر سر صورتش می زنه وا مصیبتا، وا مصیبتا. هنوز که هنوز است، پهلوی شکسته مادرم به ذهنم است. هنوز که هنوز از من فرق شگافته بابایم را فراموش نکردم. خواهرت بمیرد حسن جان. اونجا نمیدانم زینب چه حالی داشت، چقدر برای سخت بود. اما سختتر از کربلا نبود که در هر طرف بدنها یک طرف، سرها یک طرف. سختتر اون است که حتی جوان 13 ساله حسن مجتبی را قطعه قطعه کردند و پامان اسفان کردند. صلی الله علیک یا زینب یا ام المصائب. خدای با برکت این محرم برای همه ما شعور و ظرفیت لازم برای درست زندگی کردن و درست بندگی کردن عنایت بفرما. خدایا به دل سوخته حضرت زینب برای همه ما توفیق انجام واجبات و دوری از همه حرام ها عنایت بگردان. صلوات.